در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوال هایی که سه شنبه 19 ذیحجه 1443 از معظم الله پرسیده شد این بود که آیا تفسیر قرآن بدون مراجعه به روایات جایز است؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. القرآن الكريم مفسره رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء والأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين كلما فسروا من القرآن التفسير لهم هذا صحيح. القرآن الكريم بالنسبة لفريضة الصبح قال وقرآن الفجر كلمتين، أما الروايات فسرت قرآن الفجر يعني شنو؟ يعني ركعتان أولهما التكبير آخرهما التسليم، في كل ركعتين ركوع واحد وسجودان وهكذا. بقية موارد القرآن هم هكذا، إضافة الظهور أكو الظواهر حجة من القرآن الكريم، إلا أن تكون هناك رواية معتبرة تفسر الآية القرآن. التفسير يعني كلمة التفسير يعني كشف الغامض، يعني اللي مو ظاهر اللي مو واضح. در نشست علمی سه‌شنبه 19 ذی‌حجه همچنین سوال‌های مختلف دیگری درباره حکم حبوه، حق الماره، برخی احکام ربیبه، قاعده فراغ و تجاوز، تنقیح منات و تفاوت آن با قیاس پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامظله به یکایک سوالها با سعه صدر پاسخ دادند. شما هم می توانید نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله را هر روز ساعت 12:15 دقیقه به وقت محلی قم به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده کنید.